پانسمان گوشهای کژال به دست دو پرستار باز شدند. دکتر رولی تمام تلاش خود را به کار بست و بالاخره به نتیجه رسید. گوش سمت راست به کلی معالجه شد و گوش سمت چپ که مادرزاد ناشنوا بود 30% از شنواییش را به دست آورد. برای کژال گوسفند قربانی کردیم. همان شب که او را از بیمارستان به منزل آوردیم، ترتیب یک جشن خانوادگی داده شد. یک جشن که تنها مهمانانش افراد خانواده خودم بودند. مادر تصمیم داشت تا روز جشن عقد هیچ کس کژال را نبیند. می دانستم قصد مادر از این ایده چه می باشد. او نیز همچون من تصمیم داشت معایب رفتاری کژال را تا روز جشن برطرف کند. خورشت فسنجان، خورش خلال بادام و خورشت آلو شام آن شب بود. فریفته شمع‌های شمعدان‌های سیلبر را روشن کرد و کیک را برش داد. همه کف زدند. پدر انگشتری با نگین فیروزه در انگشت کژال انداخت و گفت: امشب من اولین تبریک رو به عروس نازنینم میگم. و دوباره صدای کف زدن‌های یک نواخت و مرتب بالا گرفت. نفر دوم مادر بود، با انگشتری با نگین یاقوت کبود و همان جمله پدر را به این ترتیب بازگو کرد: من دومین نفر هستم که تبریک رو به عروس نازنینم میگم. و به همین ترتیب فریفته، کریم، فرزاد و فاطمه که همان شب به تهران رسیده بودند و در آخر نرگس با قواره‌ای پارچه آخرین تبریک را به کژال گفت. دلم می‌خواست در آن لحظه فریاد می‌زدم و می‌گفتم من خوشبخت‌ترین مرد جهان هستم. بزرگ‌ترین سعادت نصیب من شده. من بعد از 3 سال رنج و عذاب بالاخره به آرزویم دست پیدا کردم. به عشق خودم رسیدم. 40 لحظات باشکوهی را سپری می کردم. رضایت حتی لحظه ای لبخند خوشنودی را از لبانم جدا نمی ساخت. کژال به راحتی صدای همه را می شنید. تبریک ها را می شنید و سعی می کرد به نحو احسن به لکنت زبانش نیز مسلط شود. دکتر رولی اجازه نداد از بابت لکنت زبان کژال کوچکترین نگرانی در ذهنم ایجاد شود و در آخرین لحظات که بیمارستان را ترک می کردیم سفارش کرد و گفت: فقط سعی کنید کتاب رو با صدای بلند بخونید و کلمات رو همون گونه که نوشته شدند هجی کنید. و من تصمیم داشتم از صبح روز بعد نام کژال را در مدارس سواد آموزی بنویسم که پدر فهمید و مخالفت کرد. فریفته، فاطمه و کژال میز شام را جمع می کردند که پدر دستش را روی دستم قرار داد و گفت: بهتر برای اون که هیچ کس از این موضوع، منظورم بیسوادی کژاله، حتی نمیخوام. سرش را به دو طرف چرخاند و چون فاطمه را ندید گفت: حتی نمیخوام فاطمه و فرزاد هم چیزی از این موضوع بفهمن. باید از کریم و فریفته هم قول بگیریم که این موضوع از این خونه به بیرون درز نکنه. میخوام برای کژال معلم خصوصی بگیرم. به همه هم قراره بگیم که میخواد زبان انگلیسی رو کامل کنه. و کژال من روز بعد شاگردی بود که به 2 زبان درس میخواند. او همزمان فارسی و انگلیسی رو آموزش میدید و شبها شاگرد مادر بود، نماز و قرآن را یاد میگرفت. و بالاخره 3 ماه گذشت. 90 روز سپری شد. آهو 4 دست و پا راه می رفت. هنوز هیچ کس رازش را نمی دانست. عید نوروز بود. از آشنایی من و کژال تقریباً 4 سال می گذشت.
خوش به حال اولین روز عید که او را در حیات مباشر دیدم. من همین امروز را سالگرد عشق واقعیم می دانم. مادر تدارک می دید تا شب پنجم عید جشن عقد برپا شود. فرزاد کارت های عروسی را می نوشت. دور از تمام قصه ها، رنج هایی که 3 سال مداوم شبها و روزها به پایم آمده بود. عذاب شبهای تنهایی. دست کجال را گرفته بودم و لابلای درختان قدم می زدم. بلندی موهای کجال تا پشت زانوهایش می رسید. موهایی که پرچین بود و رنگ طلاییش حسادت را به وجود خورشید می انداخت. ظهر بود. در هوای بهاری 40 لحظاتی را در کنار عشقم سپری می کردم. فردا روز عقد است. روز به هم رسیدن. روز وصال. روز پرواز به آسمان آرزوهای دیرینه. فردا 2 پرنده عاشق هستیم که در کهکشانها روی موج آرزوها به سوی خوشبختی پرواز خواهیم کرد. اشعه های خورشید از لابلای برگ های جوان و سبز بر سر و روی من می رقصیدند. کجال لباس زیبایی از جنس تافته ایتالیایی و به رنگ یشمی پوشیده بود. مدل پیراهنش را از یک ژورنال انگلیسی درآورده و به خیاط داده بودم. گفتم واقعا برازندت عزیزم. لباسی تنگ و بلندی لباس تا حد زانو بود و از زانو به پایین چندین طبقه تور پر از چین دوخته شده بود. انقدر پرچین و بلند که روی زمین کشیده می شد. کجال دستی زیر تارهای پرپشت و بلند موهایش کشید و نیم نگاهی از نیم رخ زیبایش به من انداخت. وای که دلم فرو ریخت. چقدر زیبا و دوست داشتنی نگاه می کرد. صورتش ذره آرایش نداشت اما لبهایش سرختر از روزهای باغچه و موجه‌های مشکی و بلندش با سیاهی شب می جنگید و حکم فرمایی می کرد. پوست زیبایش نشانی از برگ گل محمدی داشت. جواهر با گردن سفیدش به صلح نشسته بود. زمردی که به سبزی لباسش حسادت می کرد. به قد و بالایش نگاه کردم. به گیسوانش که در برابر نسیم ملایم به رقص آمده بود. فردا شب سرم را روی چینهای این گیسوان خواهم گذاشت. کجال خم شد تا تکه چوب از ترکه آلبالو بردارد. فوراً دستهایم را زیر آن گیسوان طلایی رویایی که کسی در خواب همچنین زیبایی را نمیتوانست ببیند گرفتم تا با دانه های حسود خاکم آغوش نشوند. خندید و لبانش چون غنچه شکفت. گفتم آهان حالا شد عزیزم. دندوناتو میگم. دست دکتر ماهان درد نکنه. چه عالی دندوناتو جرمگیری کرد و پر کرد. حیف از این دندونها که قصد دشمنی با این صورتو داشتن. دیگر خبری از زردی در آنها دیده نمیشد. مثل صدف می درخشیدند. کجال چرخی به چشمان درشتش داد و موجه هایش را به رقص در آورد و گفت فرهاد، من چجوری می تونم این همه محبت تو رو جبران کنم؟ گفتم فقط همین نگاهت کافیه عزیز دل من، عشق من، امید و هستی من. باز خندید و دل من برایش قش رفت. خنده های او گلوله های خاری بود که در سینه ام در قلبم می غلطید. گفت فرهاد. گفتم جان دلم، بگو عزیزم، حرف بزن برام. گفت می ترسم. می ترسم یه روز تو رو از دست بدم.
تو رو که تمام وجودم رو زیر دین خودت کشوندی و محتاج محبت خودت کردی. دستم رو آهسته جلوی دهانه همچون گل او گرفتم و گفتم نگو کژال جان، نگو که شنیدنش هم مرگ رو در برابر چشمانم ظاهر میکنه. کژال گفت میترسم اینا که میبینم و لمس میکنم حباب باشه. گفتم کژال، عشق هرگز نمیتونه حباب باشه، حباب درونش خالیه. من دیواره عشقم رو از خاک کف پاهای تو، از اشکای شبانه خودم ساختم، از خاکهای جاده های انتظار که هر بار به خاطر دیدن روی تو میپیمودم. دیوارهای عشق من از بتونهای حسرت و آرزو پر شده. تو چجوری میتونی نام این دیوارها رو حباب بذاری؟ بچرخ عزیزم، بچرخ کژال من، میخوام خوب نگات کنم. بچرخ پرنده ی آرزوهام، بچرخ پرنسس شبهای تنهاییم، بچرخ فرشته ی صبحهای عاشقم، بچرخ تا خوب این بلند بالا و ظریف رو تماشا کنم. کژال چرخید و موهایش همچون چتری طلایی زیر تلألو خورشید درخشید. در همان حالت از نقاط مختلف عکس او را گرفتم. بعدها همان عکس را به نقاش هنرمندی دادم تا تابلویش را ماهرانه نقاشی کند. تابلویی که لحظه ای نظارش به دنیا با تمام خوشیهایش می‌ارزید. دستهای کژال را در دستم گرفتم. هر دو میچرخیدیم. شاپرک ها به آواز و رقص در آمده و ضیافت من را کامل کرده بودند. فریاد زدم کژال، دوستت دارم عزیزم. او شنید و قشقش ریسه رفت. صدایش در باغ پیچید و در فریاد کلاغ ها پنهان شد. همان شب کژال به حمام رفت. از نرگس خواهش کردم به یاریش برود تا آن گیسوان بلند و پرپشت را بشوید. نمیخواستم بازوان و دستهای نرم تر از پنبه عزیزم خسته شوند. پله های راه روی ته ساختمان را زمزمه کنان بالا رفتم. به طبقه فوقانی رسیدم. محلی که قرار بود دیوارها و سقفش نظارگر عشق روز و شب من و کژال باشند. همه چیز مرتب بود. الحق که حاج خانم و پدر سنگ تمام گذاشته بودند. ابتدا در راهروی کوچکی قدم گذاشتم که میز کوچک و چوبی کنار نرده‌هایش بود. روی میز یک تلفن مشکی و یک گلدان کوچک قرار داشت. بعد وارد سالن شدم. یک سالن که حدود 30 متر یا کمی بیشتر نمیدانم، اما همه چیز برایم تازگی داشت. دیوارها تازه نقاشی شده بود. رنگ فیلی دیوارها با مبلمان توسی و فرش‌های خاکستری همه از یک رنگ تبعیت می‌کردند. در دو طرف سالن دو آباژور که پایه آنها مجسمه‌های برنز بودند قرار گرفته بود. به اتاق خواب رفتم. پنجرهش رو به سمت باغ باز می شد و یک بالکن کوچک داشت که پر از شمعدانی بود. پرده قرمز را کنار کشیدم و به تماشای باغ ایستادم. نور چراغ‌های کنار باغچه سایه بوته‌های گل سرخ را بر سنگ فرش حیاط نشان می‌داد. آباژور اتاق را روشن کردم. لبه تخت دو نفری برنز نشستم و نگاهی دور اتاق چرخاندم. همه چیز مرتب و سر جای خودش قرار داشت. در کمدها را باز کردم. لباس‌های کژال را که در مدت آن 3 ماه و اندی از خیاط گرفته بودم، حوله‌های لباسی، لباس‌خواب‌های بلند و کوتاه در کمد دیگر قرار گرفته بودند. کمد آخر که طبقه بندی شده بود پر از کفش‌های چرمی
هم از پوتین، دمپایی، سندل و کفش‌های مجلسی بود. به رنگ هر جفت کفش یک کیف از همون جنس خودنمایی می‌کرد. چشمی چرخاندم تا کم و کسرها را تهیه کنم. روی میز آرایش را نگاه کردم و انواع و اقسام لوازم آرایش از بهترین مارک‌ها چیده شده بود. عطرهای مختلف، اتکلن‌های مردانه و زنانه، اسپری‌های خوشبو کننده ی هوا، چند نوع کرم مرطوب کننده ی پوست، تافت، ژل، شیرپاپ کن و غیره. کشوها را کشیدم، پر از لباس زیر زنانه و مردانه و یکی دو دست ملحفه زاپاس، رو تختی و رو بالش چیده شده بود. در کمد مخصوص به خودم را باز کردم. تمام لباس‌هایم، هم از 8 دست کت و شلوار، 3 کت اسپورت، 2 بارانی با مدل‌های مختلف و 1 پالتو و لباس خواب زمستانی و تابستانی بر در اولی آویزان بودند. دلم می‌خواست بدانم کجال کدام از این کت و شلوارها را پسند می‌کند. می‌خواستم روز عقد به سلیقه همسرم لباس و کفشم را بپوشم. به سالن پذیرایی رفتم. رنگامیزی متفاوت ولی شگفت‌آور ذوق و سلیقه فریفته بود که به طرز خاصی صورت گرفته بود. در سالن پذیرایی رنگ قهوه‌ای به بازی گرفته شده بود. همه چیز همان گونه بود که می‌خواستم. پرده‌های کرم تیره، دیوارهای شکلاتی، سقف سالن قهوه‌ای، موکت بسیار پرپشت سراسری، 2 دست مبل کامل، میز و صندلی 12 نفره از همان جنس منبتکاری که در سالن غذاخوری طبقه پایین چیده بودند. تلویزیون، رادیو کاست با آمپلیفایر و 2 بلندگوی بزرگ که در گوشه سالن قرار داشت. آباژورها با نور کم و در عین حال شاعرانه بودند. نشانی از لوستر دیده نمی‌شد. گل‌های ابریشمی قالیچه‌های کاشان با زمینه لاکی زیر نور آباژورها می‌درخشیدند. به آشپزخانه رفتم. 2 یخچال، 1 فریزر، 1 اجاق گاز با فر، میز چوبی و چند صندلی که به طور منظم چیده شده بودند. داخل هر کابینت پر بود از چینی و کریستال. انواع ظرف‌هایی که باب ذوق یک کدبانو بود دیده می شد. درب یخچال را باز کردم و همینطور کشوهای فریزر را کشیدم. غیر از میوه و سبزی، مواد غذایی حدود 6 ماه در آنها چیده شده بود. هیچ کم و کسری وجود نداشت. ماشین لباسشویی و انواع لوازم برقی که شامل پلوپز، آب میوه گیری، اتو، جارو برقی. باید از پدر تشکر می کردم. باید دست حاج خانم را می بوسیدم. یک زندگی کامل و مرتب برای من، برای کجال. و ناگهان جرقه‌ای در مغزم به وجود آورد که موضوع مهمی را یادآوری کرد. آهو، آنها نمی دانند قرار است 3 نفر در این خانه زندگی کنند. تاق آهو، اما این طبق فقط 1 اتاق خواب دارد. از طرف من نمی توانم اجازه بدهم آهو شبها در اتاق ما بخوابد. نمیخواهم مزاحم خلوت من و همسرم شود. باید فکری کنم. اما چه فکری؟ اتاق دیگری نیست. با این فکر به طبقه پایین برگشتم. کجال تازه از حمام بیرون آمده بود. فریفته مشغول سشوار کشیدن موهای کجال بود. او موهای نمدار او را روی تخت 1 نفری اتاق من پهن کرده و آرام آرام شانه می زد. برس را از دست فریفته گرفتم. چه لذتی دارد گیسوان آن که دوستش داری، آن که عاشقت است،
آن که دیوانه اش هستی را شانه بزنی، ببویی و بوسه بزنی؟ کدام عاشق است که حرف مرا نفهمد، که حس مرا درک نکند و آن را به تمسخر بگیرد؟ مگر دلی که از عشق کور باشد؟ کژال گفت فرهاد. گفتم جانم و فوراً سشوار را خاموش کردم و گفتم بگو عزیزم. گونه ها و لب های سرخ و چشمان شفافتر از آب را در برابر دیدگانم گرفت و گفت فکر میکنی من لیاقت این زندگی رو تو رو داشته باشم؟ وای که چقدر دلم میخواست او را در آغوش میفشردم تا فریادی از عشق زیر گوشم بزند و بگوید دوستت دارم فرهاد. گفتم زنی به شایستگی تو فرشته ای که از آسمون به این منزل اومده. تو اومدی تا بهشت واقعی رو توی این جهان برای من به وجود بیاری. این منم که نگرانم نکنی یک روز این لیاقت رو از دست بدم. اما من توی چهره تو یک گرفتگی میبینم و یک نگرانی که دلیلش دور از لایق بودن نیست. یک نگرانی تو هم با نخواستم در بهترین شب زندگیم ذهن او را نیز مشغول آهو کنم. نباید فکر تازه‌ای که ذهن مرا آزار می‌داد به جان او می‌انداختم و بهترین شب زندگیش را آلوده می‌کردم. فاطمه گفت شام حاضره، گفتگو باشه برای آخر شب. امشب فرصت دارید تا صبح اختلاط کنید. فعلا شامو سرد میل نکنید. صدای فاطمه بود که از جلوی در اتاق رد شد. می دانستم از رفتار من نسبت به کژال حسادت می کند و مرتب از فرزاد بهانه می گیرد. می دانستم به موها و زیبایی چهره فرشته من حسد می ورزد. ولی از این حسدها لذت می بردم و بیشتر عاشق عزیزم می شدم. همه بر جای خود نشستیم. مادر دیس پر از تکه های مرغ سخاری شده را که میان هویج و جعفری، فلفل و گوجه فرنگی تزیین شده بود روی میز گذاشت و در ظرف سوپ را برداشت. بخار راهی برای فرار جست و در هوا پخش شد. برای کژال چند تکه مرغ و مقداری سیب زمینی سرخ شده ریختم و فنجانش را پر از سوپ کردم. همه مشغول خوردن بودیم که تنها صدای هورت کشیدن یک نفر عذاب دهنده بود و اون یک نفر کسی نبود به جز کژال. دیدم که همه به کژال نگاه می کنند، به طرز هورت کشیدن پر صدای سوپ. فاطمه نگاهی به فرزاد و فریفته از همان نگاه به کریم انداختند و هر یک فرصت را غنیمت شمردند و خنده تمسخر آمیزی نثار اعصاب من کردند. باید به نحوی کژال را متوجه می ساختم، به نحوی که غرورش جریحه دار نشود، شخصیتش لطمه نبیند، خرد نشود، در برابر آن همه چشم خود را خار نبیند. به گیسوان پریشانش که پشت صندلی آویزان بودند نگاه کردم. به چهرهش که مجسمه و عروسک به خوابش نمی آمد. به هیکل و لباسی که از جنس حریر بود و زیباییش را با رنگ لیمویی بیشتر ساخته بود. بعد به رفتارش دقت کردم. هنوز پر از عیب بود. با نوک پا به قوزک پایش زدم و با حرکت چشم و ابرو اشاره دادم سوپ را به چه نحو بنوشد. فوراً رفتار مرا تقلید کرد و به همان گونه که من نوشیدم ادامه داد. خنده های ریز و زجر دهنده پایان یافت، اما من همچنان عرق سرد می ریختم و خودخوری می کردم. حیف از این عروسک که با اصول نزاکت آشنا نیست.